هر کسی میره با نسلسنیز خوش اومدید به سری ویدیوهای داستان خانی با شادی توی این ویدیو میریم سراغ دومین داستان از داستانهای دهکانه ساله توی ویدیوی قبلی داستان اول رو خوندیم و یاد گرفتیم بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید چرا که قرار کلی اصطلاح به عبارات پرکاربرد روزانه و همچنین افعال پرکاربرد روزانه رو در قالب داستان اینجا با همدیگه یاد بگیریم و استفاده کنیم و در انتهای داستان بپردازیم به انجام تمرینات کتاب داستان یعنی با توجه به متن داستان اون چیزی که خوندیم و یاد گرفتیم حالا باید تمریناتش رو انجام بدیم تا مطمئن بشیم که یاد گرفتیم یا نه پس حتما ویدیو رو تا انتها ببینید بریم سراغ صفحه اول بوگن جومارتسی، بوگن جمارتسی یعنی امروز شنبه است بوگن امروز جومارتسی، جومارتسی شنبه سالح صبح اویانیو سالح صبح اویانیو یعنی سالح صبح بیدار میشه صالح ساله، صباح صبح اویانیور خب اویانیور رو توی ویدیوی قبلی هم گفتیم بررسی کردیم فعل حال استمراری هست اویانیور که بون فعل اویان هست از فعل اویانماک به اضافه پسوند ایور شده یعنی بیدار می شود اویانیور من این پسفند های حال استمراری رو سعی می کنم با رنگ قرمز به تو مشخص بکنم که ببینید اویانیور توالت گیدیور یعنی به توالت می رود توالت گیدیور توالت گیدیور می بینید توالت یعنی توالت ا این پسوندی که اینجا اضافه شده معنیه به میده که دو پسوند آ و پسوند ا به معنای ب هستن اگر کلمه ما به حرف صدادار خط شده باشه یه میانجه قرار میگیره بینش رو میبینید به همین راحتی شما یک پسوند رو یاد گرفتید توالت گیدیور یعنی به توالت میرود گیدیور دوباره ما گیدیور رو داریم گیدیور این فعل هم فعل حال استمراریه گیدیور فعلی که استفاده شده چیه گیت مک من می نویسم براتون این بالا بن فعل چیه گیت ولی دقت کنید چون بعد از گیت می خواستیم پسوند حال استمراری رو اضافه کنیم یعنی ایور رو اضافه کنیم چون بعد از حرف ت حرف صدادار اومده ت تبدیل میشه به چی میشه به د و فعل ما میشه گیدیور همینطور که اینجا دارید میبینید گی

حالا معنی را میده پس این معنی را میده اگر بخوام براتون مشخصش کنم در واقع ال به اضافه ای به اضافه نی میانجی به اضافه ای شده الینی دستش را یوزینو یکیور یعنی صورتش را میشوید یوزینو می بینید یوز یعنی صورت دوباره ما اینجا چی داریم او که این او پسوند ملکی یوزو یعنی صورتش نه میانجی رو بعد دوباره داریم میبینید نه میانجی و بعد او او رو داریم اینجا میبینیم یوزو نو یعنی صورتش را یوزو نو یکیور یعنی صورتش را میشوید یاد گرفت دیگه یوزو نو صورتش را میشوید این او آخری گفتیم معنی را میده یکیور خب این فعلا هم فعل حال استمراریه پسوند ایور به بن فعل اضافه شده و این فعل رو ساخته اما این فعل یه نکته داره چرا چون خود فعل رو اگه نگاه کنید یکا هست یعنی چی یعنی بن فعلمون میشه چی یکا میشه توی افعال حال استمراری گفتیم اگر بونه فل ما به حرف صدادار خط بشه و اون حرف صدادار آ و یا ا باشه مثل اینجا که آ هست آ خط میخوره و با توجه به حرف صدادار باقی مونده در بونه فل پسفند بهش اضافه میشه بنابراین بعد از یک چی اضافه میشه؟ با توجه به اینکه آخرین حرف صدادار باقی مونده در بونه فل ا هست من زیرش رو ضرب در زدم به اضافه ایور میشه به همین دلیل فعل ما میشه یکیور حواستون باشه یکمک یعنی شستن این فعل یعنی شستن اگه فکر کنید یکمک هست یکمک معنی خراب کردن هست و کلا اون فعل فرق میکنه حواستون باشه این فعل ها رو با هم اشتباه نگیرید که یکمک معنی خراب کردن و از بین بردن هست خب حالا میگه الینه یوزونی یکیور یعنی دست و صورتش رو میشوید هاولویو آلیور هاولویو آلیور یعنی چی؟ یعنی هوله را بر می دارد هاولو یعنی هوله هاولو یو یه یه میانجی هست هاولو که هوله یه یه میانجی او هم را میده هاولو یو این را میده هاولو یو آلیور یعنی هوله را بر میداره آلیور میبینید پاولو یو این او که در انتهای کلمه اومده پسوند مفعولیه. پسوند مفعولی در چهار شکل ظاهر میشه که به شکل پسوند به کلمه اضافه میشه ای ای او ای معنی را میده یه میانجی هم قبلش قرار میگیره اگر خواستیم به کلمه ای اضافه کنیم که اون کلمه به حرف صدادار ختم شده بشه. مثل اینجا که هاو لو بود به حرف صدادار خرج شده بود به اضافه چی شد؟ به اضافه یه میانجی و بعد به اضافه او شد هاولویو یعنی هوله را آلیور بر می دارد آلیور همینطور که بینید ایور هم پسوند فعل حال استمراری هست فعلمون چیه؟ آل از آلماک هست که اون هم اینجا براتون می نویسم آل ماک بونه فعل چیه؟ آل به اضافه پسوند ایور شده به همین راحتی آلیور بر می داره. الرینی و یوزونو کورولویور الرینی یعنی دستهایش را ال یعنی دست لر پسوند جمع هست اللر یعنی دستها اللرینی حالا که دارید میبینید بعد از لر چی اومده این ای پسوند ملکی الری یعنی دستهاییش بعد نیه میانجی اومده و بعد ای اومده همینطور که دارید میبینید این یا ای آخری معنی رامیده میده الرینی یعنی دستهایش را و یوزینو گفتیم یوزی یعنی صورتش بعد دوباره نیه میانجی دوباره او که معنای رامیده اومده یوزینو کورولیور کورولیور یعنی خشک میکند فعلمون چیه کورولا هست من این پایین براتون مینویسم کورولا مک بونه فل چیه کو رولا همچون که میبینید گفتیم بونه فیل وقتی به حرف صدا داره آ و یا ا ختم بشه اگه بخوایم پسند حال استمراری بهش اضافه کنیم بعد اون حرف صدا داره انتها خط بخوره با توجه به او که آخر حرف دار در بونه فعل میشه حالا پسمند اضافه میکنیم کورول میشه به اضافه پسمند اویور میشه به همین راحتی و فعل ما رو ساخت کورول یعنی خشک میکند خشک میکند کورولاما یعنی خشک کردن الرینی و yüzünü کورول یه بار میخونم بگن جمارتسی سالی صبح اویانیور توالت گیدیور الینی یوزونی یکیور هاولویو آلیور ellerini ve yüzünü kuruluyor. ببینید چه جملات کوتاه و, و کاربردی استفاده کرده حتما اینها رو بنویسید برای خودتون اینها رو تکرار کنید مثلا یکی از کارهای خیلی خوبی که میتونید انجام بدید برای اینکه این عبارات رو یاد بگیرید اینه که داستان رو حالا در اول شخص مفرد بنویسید یعنی برای خودتون بنویسید اینجا در مورد صالح نوشته شما همین داستان رو برگردونید و برای خودتون بنویسید میتونید بگید که امروز شنبه است. صبح از خواب بیدار میشم به توالت میرم همه اینها رو حالا صرف کنید برای خودتون از همین افعال استفاده کنید و شناسه فردی رو در انتهای افعال اضافه کنید برای خودتون بگید و همین باعث میشه که شما به مرور زمان بتونید راحت تر وقتی که توی موقعیت قرار میگیرید و میخواید در مورد کارهای روزمرهتون صحبت کنید به راحتی اینها رو بیان کنید بریم سراغ صفحه بعدی خب در صبحانه میخورن و میخوایم این رو بخونیم سالی اجیکیور یعنی ساله گرسنش میشه ساله احساس گرسنگی میکنه گرسنش میشه آجیکیور هم که دارید میبینید ایور به بن فعل اضافه شده و این فعل حال استمراری رو ساخته فعل ما چیه آجیکماک هست بن فعل چیه آجک که پسوند ایور بهش اضافه شده بعد میگه مطفا گیدیور یعنی به آشپزخانه میرود خب همینطور که دارید میبینید این آ ب می به ب میده به آشپزخانه گیدیور میرود که پسوند ایور هم نشون میده فعل حال استمراریه و اما بریم این رو با هم باز کنیم این کلمه مطفا چیه؟ کلمه مطفاق هست به معنی آشپزخونه به اضافه پسوند آ شده و طبق قاعده نرم شدن حروف سامت حرف که تبدیل به یوموشاگه میشه همونطور که میبینید بعد از حرف که چون حرف صدادار اومده تبدیل به یوموشاگه میشه و اینجا دارید میبینید توی متن مطفا در واقع مطفاق به اضافه آ بوده که میگی به آشپزخانه گیدیور میرود خب ما اینجا گیدیور رو داریم گیدیور فعلمون چیه گیت مک فل گیت به اضافه پسوند ایور شده یاد گرفتید دیگه گفتیم اگر بعد از حرف ت حرف صدادار بیاد یعنی در واقع اینجا که فعل حال استمراری رو میخوایم بسازیم از بن فعل گیت چون بعد از حرف ت حرف صدادار اومد تبدیل به د میشه و اینجا شد گیدیور میرود Kahvaltı masasını görüyor. Yani mize sohbana ro mi bine. Kahvaltı masası in e, çizik eder edin terkibi esmiye. Kahvaltı masası yani mize sohbana ne bine. İn sike entaha umede. Pesvende melke kebe muzaf در واقع کابالت مضاف ماسا مضافه که پس سی بهش اضافه شده داریم میگیم میزه آشپزخانه و بعد نیه میانجی رو ما داریم و بعد ای رو داریم که به معنای را هستش پس گفت میز صبحانه را گریور میبینه کهبالت ماساسنه گریور گریور فعلمون هست فعل حال استمراری مک بونفلمون چیه؟ گر با توجه به اینکه آخرین هر فضا داره در بونفل فل او هست پس بند ایور بهش اضافه شده اینجا دارید میبینید گری یور یعنی میبیند گرمک یعنی دیدن گری یور یعنی میبیند کهوالتی مساسنی گری یور انسی سالیحتن پینیری استیور انسی یعنی مادرش این پسوند سی دوباره اومده یاد گرفتید دیگه این پسوند رو پسوند ملکیه آنسی یعنی مادرش صالح تن استیور یور صالح تن میبینید صالح اسم خاص اسم شخصیت داستانمون هست وقتی که میخوایم بهش پسوند اضافه کنیم مثل اینجا آپوشروف رو به کلمه اضافه کرده و بعد پسوند رو اضافه کرده صالح یعنی از صالح پینیری استیور پینیر یعنی پنیر پینیری یعنی پنیر را استیور میخواد پس گفتیم صالح یعنی از. این پسوند از در چهار شکل ظاهر میشه در زبان ترکی استانبولی من اینجا می دان دان دن تان تن این پسوند به چه معناست به معنای از هستش که به کلمه اضافه میشه مثل اینجا صالح تن پینیری استیور پینیر یعنی پنیر ایم که یعنی را استیور میخواهد حالا بریم سراغ فعلمون استیور بونه فل چیه؟ ایسته هست. فلمون چیه؟ من اینجا می نویسم ایسته مک هست. بونه فل ایسته. دوباره اینجا دارید می بینید که بونه فل ما به حرف صدا داره ای خط شده وقتی میخوایم بهش پسمند حال استمراری رو اضافه کنیم باید این ا رو خط بزنیم و با توجه به این حرف داره باقی مونده در بون فل پسمند ایور بهش اضافه میشه استیور یعنی میخواهد یعنی از صالح پنیر را میخواهد صالح بوز دولابنی اچیور صالح صالح بوز دولبن اچیور بوز دولابی یعنی یخچال بوزدولابه خود این بوزدولابه چیه؟ ترکیب اسمی نامعینه بوز دولابی اگر بخوام براتون تک تک معنیش کنم بوز یعنی یخ بوز یعنی یخ دولاب بوده در واقع یعنی کمد کومد یخ میشه یخچال دیگه میخوام بهتون بگم ببینید کلمه چه جوری داره ساخته میشه به معنی یخچال رو میده بنابراین این په بوده وقتی که توی ترکیب اسمی نامعین پسوند ملکی به مضاف اضافه میشه همینطور که اینجا دارید میبینید این او اضافه شده دیگه در واقع اینجا این بی که دارید میبینید من زیرش رو با رنگ سبز مشخص میکنم این بی پ بوده دولاب بوده چون بهش اضافه شده ب شده بوز دولاب یعنی یخچال و چون ما میدونیم بوز دولاب خود این کلمه یه ترکیب اسمی نامعین هست به خاطر همین حرف میانجی که بهش اضافه میشه نه هستش بوز دولاب نه نه میانجی و بعد ا اضافه شده که این ا هم معنی را میده بوزدالابنی اچیور باز میکنه سالح بوزدالابنی اچیور سالح یخچال رو باز میکنه اچیور اچیور یعنی باز میکنه پسوند حال استمراری رو دارید میبینید فعلمون چیه؟ آچماک هستش من پایین براتون مینویسم آچ ماک بون فل آچ هست به اضافه پسوند ایور شده آچیور یعنی باز میکنه پینیری آلیور پینیری یاد گرفتید یعنی پنیر را پینیری آلیور بر میداره آلیور رو یاد گرفتید و ماسایا کویور و به روی میز می گذارد میگذارد ماسایا میبینید ماسا یعنی میز یه که اومده یه حرف میانجیه آی که اومده معنی ب میده ماسایا یعنی به میز که راحت معنی کنیم میگیم به روی میز کویویور کویویور یعنی میگذارد این اویور رو دارید میبینید پسونده فعل حال استمراریه که اضافه شد من فعل رو براتون مینویسم فعل چیه کویماک هست بون فعل چیه کوی به اضافه پسفنده اویور شده کویویور یعنی میگذارد مسایا کویویور یعنی به روی میز میگذارد صالح سندلیه اتوریور سالیح ساله به سندلی سندلیه یعنی سندلی این یه یه میانجیه این ای که اومده من یه به میده سندلیه یه اتوریور مینشیند اتور از اتورماک هست به منه نشستن بعد از اون پسوند اویور بهش اضافه شده. فعلا حال استمراری یه اویور یعنی می نشیند. اوتور بونه فلمون چیه؟ اوتور. فلمون اوتورماک هست دیگه. من بونه فعل رو می نویسم که به اضافه یه اویور شده. اوتوریور او یعنی می نشیند. صالح به صندلی می نشیند. صالحین باباسه و kız کاردشی دمت ده مطفا گلیور. صالحین باباسی میبینید صالحین باباسی این اینی که دارید اینجا میبینید بعد از سالی که آپوستروف گرفته این پسوند پسونده مضافون الیه چون سالی مضافون الیه بعد میگه باباسی میخوام می بگیم بابا یه ساله بابا مضاف هستش اینجا باباسی یعنی بابایه یه سالیهین باباسی بابا صالح بابا ساله و و پیس کردشی کیز کاردشی یعنی خواهر کوچیکش کیز یعنی دختر و بعد از اون کاردش هست کاردش یعنی خواهر یا برادر که وقتی میگیم کیز کاردش داریم مشخص میکنیم یعنی خواهره کوچک کز یعنی دختر کاردش هم که بهتون گفتم وقتی با هم میاد کاردش یعنی خواهر کوچک بعد دوباره ای رو ما داریم اینجا این ای که اومده پسوند ملکیه حواستون باشه کیز کاردشی یعنی خواهرش خواهر کوچکش چون نبینید صالحین رو داریم یه بار برای صالحین باباسی رو میگه یعنی بابای ساله یه بار برای صالحین کیز کاردشی رو میگه یعنی خواهر کوچیک ساله دمت میبینید اسمش رو داره میگه دمت با حرف بزرگ نوشته دمت بعد میگه د این دی ای که توی جمله نوشته میشه و مستقل نوشته میشه یاد گرفتید منی هم میده میگه هم پس چی شد؟ میگه بابای صالح و خواهر کوچکش دمت هم مطفا لیور به آشپزخانه میآیند آیند یاد گرفتی دنی به آشپزخونه گفتیم یو در واقع که بوده که تبدیل به یو شده گلیور یعنی می آیند چون اینجا ما فاعلمون دو نفر هستن فعل حال استمراری مفرد اومده سوم شخص مفرد اومده ولی وقتی میخوایم تو زبون فارسی ترجمه کنیم جمع ترجمه میکنیم میگیم بابای ساله و خواهر کوچیکش دمت به آشپزخونه می آیند گلیور که گلیور هم گلمک هست بون فلمون گل به اضافه پسوند ایور شده می آیند درسته که اینجا مفرده ولی توی ترجمه فارسی جمع منی میکنیم Birlikte kahvaltı yapıyorlar. Yani bahemdige sophane mi Birlikte bahemdige kahvaltı sophane yapıyorlar. Bad bedunid sophane khordan mişe kahvaltı yapmak. Hem bitunim begim kahvaltı etmek, hem bitunim begim kahvaltı yapmak. Kemen barange benavş minavisem ki inca betunid teşhis bedid. Kah... Kahvaltı yapmak. که این فعل یاپماک یه فعل مراکب ساز هست یعنی میتونه کنار اسمای مختلف قرار بگیره و فعل مرکب رو بسازه مثل اینجا خود یاپماک به تنهایی یعنی انجام دادن اما کنار کاهوالتی که میاد یعنی صبحانه خوردن اتمه کم میتونه باشه فرق نمیکنه برای کاهوالتی. کاهوالتی اتمک یا کاهوالتی یاپماک هر دو صبحانه خوردن هستش که ما توی ویدیوهای حل تمرین کتاب هیتیت یک از درس دوم و فصل دوم مفصل به این قضیه پرداختیم که چطوری تشخیص بدیم فعل یابماک باید بیاد یا فعل اتمک بیاد چون هر دو مراکب ساز هستن هر کدوم به چه کلامی هر کدوم به چه کلماتی میتونن اضافه بشن تا فعل مرکب رو بسازن یا اگر شما یک کلمه مثل کاهوالتی رو دیدید از کجا بدونید یا کنارش بیاد یا اتمک یا هر دو به خاطر همین بهتون میشناد میگم حتما اون ویدیو رو ببینید توی کپشن این ویدیو براتون لینک اون ویدیوی حل تمرین رو میذاریم که توضیح کامل رو دادیم حتما اون ویدیو رو بعد از اینکه این داستان رو تا انتها دیدید و یاد گرفتید برید ببینید و مفصل بشید به این قضیه خب بیلیکته لیکته کابالتی یا پیور یعنی با هم دیگه صبحانه میخورند که گفتیم یاپ مک هست که بون فعلمون میشه یاپ به اضافه پسوند ایور شده که اینجا هم توی این جا دارید میبینید یا پیور و در انتها هم پسوند لار اومده که شناسه فردی هستش یعنی صبحانه میخورند بیلیکته کاولت یا پیور. لار اینجا فعل رو سوم شخص هست ولی جمع آورده همطور که دارید میبینید چون توی فائلش گفت با هم دیگه و ما میخوایم متوجه بشیم دیگه که توی متن داریم در مورد یک جمعی صحبت میکنیم به خاطر همین فعل رو اینجا حالا جمع آورده بیلیکته کاهبالتی یا پیور لار یعنی بعد از یا پیور اینجا پسوند لار اضافه شده یه بار میخونم سالی اجکیور متفاگی Kahvaltı masasını görüyor. Annesi Salih'ten peyniri istiyor. Salih buzdolabını açıyor. Peyniri alıyor ve masaya koyuyor. Salih sandalyeye oturuyor. Salih'in babası ve kız kardeşi Demet de mutfağa geliyor. Birlikte kahvaltı yapıyorlar. Benim sonraki sayfaya geç. bugün هوا چ güzel امروز هوا خیلی خوبه. بود هوا چ güzel امروز هوا خیلی خوبه برای هوا استفاده که بشه مننی خیلی خوبه میده. سالیح و باباس محمت بی بالکننا گیدیورلار. سالیح صالح و بابسه رو مینید پسند سی رو داره داره میگه بابا یاش صیح و باب یعنی ساله و باباش، محمت بین اسمش رو داره میگه. که با حرف بزرگ نوشته مهمت بی مهمت بی یعنی آقا مهمت که توی ویدیو قبلی باش آشنا شدیم مهمت بی بالکونا گیدیورلار توی ویدیو قبلی گفتیم که چرا بعد از اسم کوچک بی میاد به من آقا یا برای خانوم هانوم میاد توی ویدیو قبلی یعنی داستان شماره یک ساله گفتیم مهمت بی آقا محمت بالکن گیدیورلار به بالکن میروند گفت ساله و باباش مهمت بی به بالکن میروند بالکنا همینطور که دارید اینجا میبینید آ منیه به میده گیدیورلار گدیورلار هم میبینید جمع هست ایور اییور حال استمراری هست که تا گیدیور رو کامل یاد گرفتید که چرا گیت مک فعلمون بونه فعل که میشه گیت تبدیل به ده میشه ونته گفتیم همینطور که دارید میبینید گیدیور و بعد لار اضافه شده که این شناسه فردی برای سوم شخص جمع گیدیور لار میروند باباسی بالکندا چای ایچیور میگه باباش باباسی باباش بالکندا در بالکن, بالکن دا این پسوند دا که به معنای در هست به شکل پسوند به کلمه اضافه میشه در چهار شکل ظاهر میشه دا د تا ته، که این به معنای در هستش میگه در بالکن چای ایچیور چای می نوشند چای که همون چای ایچیور یعنی می نوشند همینطور که دارید می بینید اینجا ایچ مک فل نوشیدن هست بون فل ایچ هست به اضافه پسوند ایور شده ایچی یور ایور اضافه شده چای می نوشند سالی چیچکلری سولویور سالی میگه ساله چیچکلری گلها را چیچک یعنی گل چیچکلر جمعه علامت جمع اضافه شده چیچکلر یعنی گلها این پسمند ای به معنی را میگه گلها را سولویور آب میدهد آبیاری میکند همینجا که اینجا دارید میبینید سولویور را ما داریم اویور فعل حال استمراریه و اما خود فعل چیه؟ سو لا ماک فعل ما هست سولاما کنی آبیاری کردن بن فل چی میشه سولا میشه گفتیم بن فل به حرف صدادار خط شده این حرف صدادار آ هستش اما گفتیم نمیتونه که این آ باقی بمونه وقتی میخوایم پسوند حال استمراری بهش اضافه کنیم آ خط میخوره و با توجه به حرف صدادار باقی مونده در بن فل پسوند اویور بهش اضافه میشه سولویور یعنی آبیاری میکند آب میدهد محمد بی و صالح صحبت ادیورلار. کنند. بی یعنی آقا دوباره و صالیح و صالح صحبت ادیورلار. صحبت می کنند. می بینید اینجا دوباره مفعول مرکب داریم صحبت ادیورلار. صحبت اتمک یعنی صحبت کردن. صحبت اتمک که بون می ات هست دیگه در واقع صحبت ات هست که من ات رو براتون نوشتم ات هست چون میخوایم بعد از اون به اضافه پسوند ایور کنیم بعد از حرف ت چی اومده؟ حرف صدادار اومده بنابراین ت خط میخوره و تبدیل به د میشه و اینجا دارید میبینید ادیور میبینید من بازم براتون مینویسم ادیور و بعد به اضافه پسونده شناسه فردی شده لار ادیور لار صحبت ادیور لار صحبت میکنن بینید فعل اتمک گفتم این هم یه فعل مرکب ساز هست کنار صحبت اومد به معنای صحبت کردن شد خود اتمک و یاپماک تا الان یاد گرفتید دیگه توی صفحه قبلی گفتیم کاهوالتی یاپماک یاپماک یعنی انجام دادن اتمک هم یعنی انجام دادن کنار اسم که قرار میگیره که بخواد ازش فعل مرکب بسازه معنیش تغییر میکنه اینجا شد صحبت ادیورلار صحبت میکنند یه بار میخونم بوگن هوا چو گزل سالیه و باباسی محمد بی بالکونا گیدیورلار باباسی بالکوندا چای ایچیور سالیه چیچکلری سولویور محمد بی و سالیه صحبت ادیورلار صفحه بعدی خوب نشستند صالح و باباسی سالونا گلیورلار صالح و باباسی صالح و باباش صالح و باباسی سالونا گلیورلار سالونا آ به معنی به. سالون به معنی سالون حال همون مکانی که توی خونه مبل و تلویزیون رو قرار میدیم حال سالون میگه ساله و باباش به سالون به حال گلیورلار می آیند گلیورلار گل بونه یاد گرفتید از گلمک پسمند ایور بهش اضافه شد و شناسه فردی برای جمع برای سوم شخص جمع بهش اضافه شد گلیورلار می آیند مهمت بی تلویزیونو آچیور مهمت بی آقا مهمت تلویزیونو تلویزیون یعنی تلویزیون تلویزیونو یعنی تلویزیون را آچیور آچیور یعنی روشن میکنه میبینید ما اینجا فعل آچیور رو داریم ایور هم که بهش اضافه شده فعل حال استمراری رو میسازه دیگه آچیور یعنی روشن میکنه پس شما با فعل آچماک آشنا شدید یکی از معنیهاش رو توی چند صفحه قبلی باش آشنا شدید یعنی باز میکند خب باز کردن پس معنی میده باید بدونید این کلمه یعنی آچمک برای تلویزیون برای گوشی موبایل برای کامپیوتر استفاده بشه معنی روشن کردن میده پس این نکتش هست که اینجا باش آشنا شدید میگه تلویزیونو اتشیور نمیگیم تلویزیونو باز میکنه میگیم تلویزیونو روشن میکنه صالح کولتوآ اتوریور صالح یعنی صالح به روی موب مینشینه کولتوآ میبینید آ معنیه ب میده به روی مبل اتور یور می نشیند اتور رو یور با این فعلا آشنا شدید یاد گرفتید اتور از اتور ماک پس بند او اضافه شد فعل حال استمراری اما بریم سراغ کلتوا کلتوا چی بوده در واقع کلتوک بوده یعنی مبل به اضافه یه پسند آ شده چون بعد از حرف که حرف صدادار اومد که خط میخوره تبدیل به یوموشکه میشه کلتوا یعنی به روی مبل اتوریور مینشیند. حواستون باشه دیگه این فعل نشستن رو یاد گرفتید پسندی که توی جمله باید براش استفاده بشه آ و ا هست یعنی نشستن به گفت سندلیه یه اتوریور کلتوا اتوریور چیزگی فیلم ایزلیور چیزگی فیلم یعنی کارتون میبینه چیزگی به تنهایی خودش معنی خط میده اما خود چیزگی فیلم کلش معنی کارتون میده میگه کارتون میبینه اینجا فعلمون چیه ایزلیور هست پسوند ایور داره نشون میده فعل فعل حال استمراریه پس خود فعل چیه من مینویسم ایز لمک هست بونفل ایزله همطور که میبینید بونفل به حرف صدا داره ا خط شده ا خط میخوره به اضافه پسفند ایور میشه ایزلیور گفتم علتش رو چرا هست میشه دیگه توی صفحات قبلی ایزلیور میبیند ایزلمک یعنی تماشا کردن دنبال کردن که وقتی میگیم چیزگی فیلم ایزلیور یعنی کارتون تماشا میکنه میبینه آن نسی به تول خانم ده دوباره داره اینجا از سی استفاده میکنه میخواد بگه مادرش آنسی مادرش به تول یعنی خانم به خانم یعنی به تول خانم به تول به حرف بزرگ نوشته شده هنوم هم به حرف بزرگ به خانم به دا هم سالونه گلیور به هل می آیند دوباره اینجا پسمنده آ داریم به معنای به به می آید خب ما اینجا با فعل گلیور آشنا شدیم گلیور یعنی می آید کانپه اوتوریور دوباره میگه می نشیند به روی کاناپه کانپه کانپه می بینید یه میانجی استفاده شد و ا به معنی ب کانپه اوتوریور یعنی به روی کاناپه می توی تصویر یه بار دیگه ببینیم و گازته اوکویور و روزنامه میخونه و گازته اوکویور و روزنامه اوکویور میخواند اویور پس فل فعل حال استمراری فلمون چیه؟ اوکوماک اوکوماک هست فعل ما بون فعل اوکو هست به اضافه پس فقط و فقط یور شده چرا؟ چون بون فعل ما به حرف صدا داره او ختم شده هر حرف صدا داری ختم به غیر از آ و ا کافیه که پسوند یور به بونه اضافه بشه پس میگه روزنامه میخونه مهمت بی کتاب لکتان کتاب نالیور و اوکویور مهمت بی آقا مهمت کتاب لکتان یعنی از جا کتابی کتاب لک کتاب یعنی کتاب کتاب لک یعنی جا کتابی کتاب لکتان یعنی از جا کتابی کتاب کتاب یعنی کتابش را من اینو میخوام براتون باز کنم کتاب یعنی کتاب به اضافه يه. حالا این ای که اومده یعنی میخواد بگه کتاب بهش به اضافه پسوند ملکی شده او به اضافه نیه میانجی شده به اضافه او شده که این ای آخر منی را میده همچه که میبینید بعد از حرف پ حرف صدا داره او اومده به خاطر همین طبق قاعده نم شدن حروف سامت په تبدیل به به میشه و توی این کلمه هم نوشت کتاب آلیور کتابش را بر میدارد و اوکویور و میخوند آلیور رو یاد گرفتید بر میدارد اوکویور رو هم یاد گرفتید میخاند یه بار میخونم سالیه و باباسی سالونا گلیورلار محمد بی تلویزیونو اچیور سالیه کلتوها اتوریور چیزگی فیلم ازلیور Annesi Betül Hanım da salona geliyor. Kanepeye oturuyor ve gazete okuyor. Mehmet Bey kitablıktan kitabını alıyor ve okuyor. Hop, benim sonraki sayfaya bağlı. Çizgi film bitiyor. Çizgi film bitiyor. Yani karton tamam Bitiyor. İyor da derim. hala istemrarı da Bitmek. یعنی تمام شدن بون فعل بیت هست. به اضافه پسفنده ای یور شده بیتیور. اگه براتون سوال خب اینجا هم مثل گیت بون فعل بیت هست و حرف آخر ته چرا تبدیل به ده نمیشه باید بهتون بگم در فعل گیت مک این اتفاق افتاد و برای همه افعال این اتفاق نمیفته معمولا کلمات تک بخشی براشون قاعده نم شدن حروف سامت اعمال نمیشه اما گیتمک از افعال تک بخشی هست دیگه بونه فعلش اما این قانون براش اعمال شد بنابراین اینها رو همینطوری توی متون یاد میگیرید پس میگه چیزگی فیلم بیتیور کارتون تموم میشه کپنون زیلی چالیور کپنون زیلی میبینید کپ یعنی در پسند نن اضافه شده، کاپن زیلی یعنی زنگ در میخوره، کاپن زیلی، پسند مزافون اله به کپ اضافه شد و پسند مزاف هم به زیل اضافه شد. کاپن زیلی یعنی زنگ در چوییور میخوره به صدا در میاد، چالماک، همینطور که دارید میبینید چالگار که فعل حال استمراری ایور اضافه شده اما خود فعل چالماک معانی مختلفی داره که بهتون میگم من اینجا براتون مینویسم چالماک بونه فعلش چال میشه اما خود چالماک هم معنی نواختن میده هم معنی دزدیدن میده هم معنی در زدن میده که اینجا وقتی میگیم کپنن زیلی یعنی زنگ در میخوره یعنی به صدا در میاد کپنن زیلی چالیور که بعد از چال پسفند ایور اضافه میشه و فل حال استمراری رو میسازه زنگ در به صدا در میاد زنگ در میخوره آرکاداشلاری سالیهی دیشری چاریور آرکاداشلاری یعنی دوستانش ارکداشلار یعنی دوستان ارکاداشلاره یعنی دوستانش پسفنده ملکیه در این موردی که صحبت میکنیم در مورد ساله دیگه پس وقتی میگه ارکاداشلاره یعنی دوستانش یعنی دوستان ساله ارکاداشلاره سالهی ساله رو کلمه کلمه خاص هست آبوستروف گره پسفنده ای بهش اضافه شد به معنی را ارکاداشلاره سالهی دوستانش ساله رو دیشاره چاریورلار دیشاری یعنی بیرون تاریور یعنی صدا میکنن صدا میزنن یعنی دوستاش ساله به بیرون صدا میکنن که یعنی بیاد بیرون خود چارماک هم معنی صدا زدن میده هم معنی دعوت کردن میده که اینجا منظورش همون صدا زدن که زنگ در خورد و دوستاش ساله و به بیرون صدا زدن دیشاری یعنی بیرون چاریور چهار. به اضافه ایور شده که فعل حال استمراری چار مک رو براتون می نویسم چار مک که بون فل چار هست به اضافه پسمنده ایور شده صالح آنه و بابا سندان ازین الیور صالیح, یعنی ساله آنه و بابا از مامان و باباش آنه یعنی مادر بابا بابا باباس بابایش نه میانجی دان هم یعنی از میگه آنه و باباسون از مامان و باباش ایزین آلیور ایزین آلیور یعنی اجازه میگیره ایزین از همون ازن میاد در زبان عربی هست دیگه کلمه ازن مبنای اجازه ایزین آلیور یعنی اجازه میگیرد ایزین آلیور ایزین آلما که اجازه گرفتن آلیور هم که یاد گرفتید به تنهایی که به چه شکل درست میشه آل به اضافه ایور هست که من زیر خط میکشم ایزین آلیور اجازه میگیرد باچه چیکیور یعنی به حیات میرود یعنی میره بیرون چیکیور یعنی بیرون رفتن باهچهیه یه چون توی خونه است دیگه چون وقتی توی خونه است داره میره بیرون از این فل استفاده کرده یعنی به حیات میرود که خود چیکمک به تنهایی یعنی بیرون رفتن که بعد از باهچه که استفاده شد اینطوری معنی میکنی یعنی به حیات میره باهچه یه یه میانجیه. این یه که دارید میبینید و ای که به معنای به هستش باهچه به حیات میرود بیرون می رود. صلیح و آکدشلار باچهده اویون اوینورلار صلیح و آکدشلار یعنی سال دوستاش داشت، باچده در حیات اویون اوینورلار بازی میکنن اوون ینی بازی اوینامک هم یعنی بازی میکنن این فل اوینورلار از فل اوینامک هست او بون فل چیه اویننا هست. به حرف صدادار آخر شده خط میخوره پس Uyur بهş ezafe mişe. Ve der entehan şanaseyi ferdi bari sevom şahsı can behş ezafe mişe. Oynuyorlar. Hem de ki deriz ince mi binin. Mige oyun oynuyorlar. Yani bazı mi konandı. Çizgi film bitiyor. Kapının zili çalıyor. Arkadaşları Salih'i dışarı çağırıyor. Salih anne baba babasından izin alıyor. Bahçeye çıkıyor. Salih ve arkadaşları bahçede oyun oynuyorlar. Son sayfayı Salih ve arkadaşları bahçede saklambaç ve körebe oynuyorlar. Salih ve arkadaşları yani Salihu dostaş der hayat bahçede der hayat saklambaç ve körebe oynuyorlar. Saklambaç yani kayıp körebe yani bazı çeşmeste. بازی میکنن اینورر هم که یاد گرفتید بنابراین ساکلان و کوربه رو میتونیم اینجوری معنی کنیم ساله و دوست داشت توی حیات قایم موشک بازی میکنن ساکلان به تنهایی یعنی قایم موشک بازی کرهبه هم یعنی بازی چش بسته پس بس میگیم قایم موشک بازی و بازی چش بسته میکنند اونلار چیملرده اتوریولار دینلنیورلار اونلار آنها چیم لرده. چیم یعنی چمن. چیم لرده چمن ها. چیم لرده یعنی در چمن ها. اطوریور مینشینند. لر می چیم لرده در چمن ها می نشینند. فلال استمراری. دینلنیور استراحت می کنند. استراحت می کنند. دینلنیور لر هست که دین لن مک مستر هست بون فعل دین لن هست به اضافه پسوند ایور شده دین لنیور لار پسوند لار هم اضافه شده که داریم میگیم آنها استراحت میکنند دین لن میکنی استراحت کردن پس میگه استراحت میکنند سون را بحچده فوتبال اوینیورلار لار سون را بحچده در حیات سون را بعد بحچده در حیات فوتبول اوینیور لار فوتبال بازی میکنند و چوک ایلنیورلار و خیلی خوش میگذرونند ایلن بون فعل هست از فعل ایلن که بون فعل ایلن به اضافه پسفند ایور شده و بعد به اضافه پسفند لار ایلنیور لار که یعنی خوش میگذرونند ایلن مک یعنی خوش گذروندن تفریح کردن سالح و ارکادشلاری بحچه ده و کربه اوینیورلار Onlar çimlerde oturuyorlar, dinleniyorlar. Sonra bahçede futbol oynuyorlar ve çok eğleniyorlar. Hop, sayfa 2. Betül Hanım mutfakta bulaşık yıkıyor. Betül Hanım, Betül Hanım mutfakta یعنی در آشپزخونه متفق گفتیم یعنی آشپزخونه تو هم که به کلمه بچسبه معنی در میده در آشپزخونه بولاش یکیور یعنی ظرف میشوره بولاش یعنی ظرف یکیور هم یاد گرفت دیگه گفتیم فلش یکاماک هست که پسوند ایور بهش اضافه میشه گفتیم یکاماک من اینجا براتون مینویسم یکاماک بونه فلش یکا هست دیگه چون حرف آخرش آ هست خط خورده و ایور بهش اضافه شده. پس میگه بتول خانم توی آشپزخونه ظرف میشوره ایشلری بیتیریور کارهاش رو تموم میکنه ایشلری یعنی کارها رو ایشلر یعنی کارها ای معنی را میده ایشلری کارها را بیتیریور بیتیرمک یعنی تمام کردن پس به خاطر همین متوجه شدیم ای پسند مفعولیه میگه کارها را تمام میکند بیتیر از بیتیرمک هست بیتیر از بیتیر مک یعنی تمام کردن بون فل همطور که دیدید بیتیر به اضافه پسمند ایور شده میگه کارها رو تمام میکنه ایشلری, بی... ایشلری بیتیریور پنجره ای آچیور پنجره ای یعنی پنجره رو باز میکنه پنجره ی یه میانجی این ای هم که اومده من ای را پنجره ای آچیور باز میکنه آچیور باز میکنه و صالحی چاریور و صالح رو صدا میزنه صالحی دوباره ای معنی را میده بعد از صالح اومده و صالح رو چاریور صدا میکنه چار از چارمک گفتیم معنی سد... صدا زدن میده پس ایور هم اضافه شده که حال استمراریه سالیح او گلیور سالح به خونه می رود او به معنای به خونه امنی به میده گلیور سالح او گلیور سالح به خونه میاد سالح او گلیور او یعنی به خونه امنی به میده گلیور می آید گلیور می بینید بونه فل به پسفنده ایور شده بجل هانم حالا مکالمه رو میگه سالح هایدی شیمدی بانیا یا میگه سالی هایدی شیمدی بانیا یا یا میگیم سالی هدی شیمدی بانیا یا یعنی ساله یالا هموم که بخوام تحت و لفظی معنی کنیم هایدی یعنی یا میگیم هدی یا میگیم هایدی معنی یالا به جمع میده شیمدی یعنی الان بانیو یعنی همم بانیو یا یه یعنی میانجی آب معنی حمام تحت و لفظی یعنی یالا الان به همم یعنی یالا الان به همم برو که راحت معنی کردیم گفتیم سالی های دیشیم دی بانیو یا یعنی صالح سال یالا الان حمام یعنی به سمت حمام برو اینو میخواد بگه سالی بانیو یا کشیور میگه سالی به سمت حمام میدوه بانیو یا بانیو حمام یه میانجی آ به معنی ب به سمت حمام کشیور میدود کشیور اویور فله حال استمراری منو داره میسازه دیگه کش ماک بون فلمون کش هست به اضافه پسمند اویور شده کشیور می دود بتول طول هنم مطفقته بلاشک یکیور اشلری بیتیدیور پنجری اچیور و سالیهی چاریور سالیه اوه گلیور بتول هنم سالیه هایدی شیندی بانیو یا سالیه بانیو یا کشیور خب رفتی همم صالیح میگه آنه بانیودا هاولو وارمی مامان توی حمام آیا حوله هست بانیودا هاولو وارمی آیا توی حمام بانیو دا در حمام هاولو وارمی آیا حوله هست وارمی آیا هست بتولخانوم میگه اوت وار اولوم بله هست پسرم اوت وار اولوم بله هست پسرم اولوم پسرم خب من اینجا بهتون میگم وارم یعنی آیا هست وارم که کلمه پرسشی م که به معنای آیا هست م می مو و می به این چهار شکل ظاهر میشه با توجه به قانون همانگی حروف صدادار بعد از کلمات قرار میگیره مستقل هست این پسوند پرسشی به معنای آیا بعد از وار اومد پس من استفاده شد وار من گفت اوت وار اولوم بعد صالح میگه آنه شامپوان نرده مامان شامپو کجاست شامپوان یعنی شامپو نرده کجاست بتول هانم میگه دولابن ایچینده اولوم بکله گلیورم دولابن ایچینده یعنی در داخل کابینت دولابن ایچینده من اینو براتون میخوام بنویسم دولاب بوده گفتم دولب من یه کمد کابینت هم میده خب به حرف پ خط شده چون میخوایم بهش پس این اضافه کنیم پ تبدیل به ب شده دولابن و بعد در ادامه ایچینده رو داریم یعنی ایچ به اضافه پسوند ای شده ببینید دولابن ایچی دولابن ایچی یعنی داخل کمد بعد به اضافه نه میانجی شده بعد به اضافه پسوند حالت شده که ده هست یعنی در داخل کمد وقتی بخواید بگید داخل کمد ما تو زبان فارسی میگیم تو کمده ولی اگر بخواید به زبان ترکی استانبولی بگید بعد به این شکل بگید یعنی در داخل کمده دولابن ایچینده اولوم پسرم بکله گلیورم سب کن میام منتظر بمون بکله از بکله مک هست بونه فل بکله از بکله مک هست بکله مک وقتی پسوند مک رو برداریم بونه که باقی بمونه خودش فل امری هست بکله یعنی منتظر بمون سب کن گلیوروم می آیم گلیوروم گل از گلمک ایور هم یاد گرفتید پسوند حال استمراری حالا این اوم که در انتها اومد شناسه فردی برای اول شخص مفرد یعنی می Oh, yam geliyorum. Anne, banyoda havlu var mı? Evet, var oğlum. Anne, şampuan nerede? Dolabın içinde oğlum. Bekle, geliyorum. Nerede ham mütünet? Nerede telaffuz konit ham nerede telaffuz konit? Safayı Salih duştan çıkıyor ساچنی کوروتیور صالح دوشتان یعنی صالح از دوش میاد بیرون یعنی دوش میگیره و میاد بیرون دوشتن از دوش چیکیور میاد بیرون گفتیم این فعل چیکماک یعنی بیرون آمدن معنی بیرون آمدن میده میگه از دوش میاد بیرون یعنی از حمام دوش میگیره و میاد بیرون سچنی سچنی. یعنی موش رو خشک میکنه سچ مو سچی این ای که میبینید پسوند ملکی ساچی یعنی مویش بعد نه میانجی بعد او معنی را میده ساچنی مویش را کوروتیور کوروتیور یعنی خشک میکند کوروت میبینید کوروت رو ما داریم اینجا کوروت از کوروت ما کسب اضافه پسوند اویور شده یعنی خشک میکنه کوروتیور ترک علیور و سچنه تریور ترک علیور میگه چی؟ میگه شونه بر میداره ترک علیور شونه بر میداره ترک یعنی شونه و سچنه دوباره میگه سچنی مویش را سچنه سه تا پسفند اضافه شده و مویش را تریور شونه میکنه ترامک معنی شونه کردن میده ترامک من براتون اینجا مینویسم تا را ماکنی شونه زدن بونه فل تارا هست با توجه به اینکه بونه فل به حرف صدا داره آ خط شده آ باید خط بخوره و بعد پسوند حال استمراری ایور بهش اضافه میشه تاریور یعنی خشک میکند حواستون به این فعلا باشم و ساچنه تاریور و موش رو شونه میکنه سون را اداسنا گیدیور بعد به اتاقش میره ادا اتاق اداس اتاقش نه میانجی آب معنی به به اتاقش گیدیور میرود کیافت لرینی گیور لباس هاش را میپوشه کیافت لر یعنی لباس ها کیافت لری این ای پسوند ملکه یعنی لباس هایش نه میانجی پسوند حالت به را لباس هایش را گیور میبینید گی یور فعلمون گی هست بون فعل گی به اضافه پسفنده ایور شده میپوشد انسی اودای گلیور مامانش انسی اودایا یه میانجی آ به اتاق گلیور میآید. انسی اودای گلیور مامانش به اتاق میاد بتول هنون میگه صحتلر اولسون اولوم صحتلر اولسون اولوم یعنی آفیت باشه پسرم چکیزل کوکیورسون بویه خیلی خوبی میدی چکیزل کوکیورسون خب همچنین که میبینید صحتلر اولسون این یک استلاحه کسی که از همم ما تو زبان فارسی میگیم آفیت باشه در زبان ترکی استانبالی میگن سهاتلر اولسون سهاتلر اولسون یعنی آفیت باشه این بعد از حمام استفاده میشه این عبارت آفیت باشه اولوم پسرم چوک گزل کوکیورسون بوی خیلی خوبه میدی چوک گزل خیلی خوب کوکیورسون این فعل کوکماک هست کوکماک بونه فعلش میشه کوک کوکماک یعنی بودادن کوک بونه فعله به اضافه پسوند ایور شده همونطور که دارید اینجا میبینید به اضافه پسفند اویور شده همطور که دارید اینجا می بینید کوکویور و بعد شناسه فردی سون یعنی بوی خوبی میدی کوکویور سون کوکویور سون به تنهایی یعنی بو میدی کوکویور سون یعنی بوی خوبی میدی و سالی هم میگه تشکر داریم تشکر میکنم جانمان مامان جونم مامان عزیزم آنم یعنی مامان عزیزم جانم یعنی عزیزم آنم یعنی مامانم جانم آنم میبینید این مه یعنی مامانم جانم آنم جان هم از جان میاد پس اون بهش اضافه شده بخوایم ریز بشیم جانم یعنی عزیزم آنم مامانم جانم آنم مامان عزیزم خب همچون که اینجا دیدید اینجا یک اصطلاح خیلی مهم رو یاد گرفتید سی اول سون سعی کنید بنویسید و Hadi <laughs> şu Salih duştan çıkıyor, saçını kurutuyor, tarak alıyor ve saçını tarıyor. Sonra odasına gidiyor, kıyafetlerini giyiyor. Annesi odaya geliyor. Sıhhatlar olsun oğlum. Çok güzel kokuyorsun. Teşekkür ederim canım annem. Safe'ye بعدi Betül Hanım odadan çıkıyor. میگه بطول خانم از اتاق بیرون میره اودا دان معنی از میده دیگه دان اودام یعنی اتاق از اتاق میره بیرون چیکیور چیکیور فعلمون چیکماک هست بیرون رفتن بونه فعل چیک به اضافه پسمنده ایور شده صالح چانتا açıyor اچیور کیفش رو باز میکنه چانتا کیف چانتاسه کیفش نیه میانجی و ای به را چند تا کیفش را آچیور باز میکنه اچیور باز میکنه کتاب و دفتر چیکاریور کتاب و دفتر بیرون میاره کتاب و دفتر چیکاریور کتاب و دفتر کتاب و, و دفتر بیرون میاره چیکاریور چی مک یعنی بیرون آوردن چی کار مک چی کار ماک بیرون آوردن بونه فلمون چی کار هست به اضافه پسنده ایور شده چی کار ایور یعنی بیرون میاره حواستون باشه تلفظ دفتر دف تر معمولا برای زبان سواله برای شما سواله کجا بدونیم ا کجا ا تلفظ میشه کجا ا تلفظ میشه یکی از جاهاش اینه که بعد از حرف ا ر بیاد و ا تلفظ بشه اما این قانون 100 درصد نیست توی هفتاد هشتاد درصد کلمات جواب میده که اگر بعد از ا ر بیاد تلفظ میشه ا بعد میگه درس چالشیور درس میخونه درس همون درس چالشیور که چالشماک به تنهایی یعنی کار کردن وقتی میگیم درس چالشیور یعنی درس میخونه چالش بونه فلمونه به اضافه یه پسمنده ایور شده چالشیور مسایی توپلیور میز رو جمع میکنه ماسا میز یه میانجی ام به معنی را میز را تپلیور جمع میکنه دوباره توبلیور رو داریم فعل حال استمراری توب لا مک مستر فلمون هست که بون فلمون میشه توب لا به اضافه پسونده حال استمراری میخواد بشه چون به حرف صدا داره آ خط شده خط میخوره و به این شکل اضافه میشه. توپلیور. حرف صدادار باقی مونده در برنپل او هست. به خاطر همین اویور اضافه شده. مسایی توپلیور. یعنی میز رو جمع میکنه. چانتا سنه حضرلیور. چانتا کیف. چانتا ینی یعنی کیفش. نه میانجی. یعنی به معنی را. چانتا کیفش را حضرلیور. آماده میکنه. کیفش آماده میکنه. حضرلی مستر ما هست من همین پایین می نویسم حاضر لا ماک بونه فلمون چیه؟ حاضر لا هستش اگه نگاه کنید بونه ما به حرف صدادار آخد شده وقتی میخوایم پس من حال استمراری بهش اضافه کنیم آخد میخوره و با توجه به حرف صدا باقی مونده در بونفل پسوند ایور بهش اضافه شد حاضر لیور یعنی آماده میکنه. کنه اوکولونو و درس لرینی چوک سویور ساله مدرسه اش را و درس های اش را خیلی دوست داره اوکول مدرسه اوکولو مدرسه اش نیمیانجی میانجی او به معنی را میبینید را در چند شکل داره ظاهر میشه یاد گرفته دیگه تو صفحات قبلی گفتم سالی اوکولونو ساله مدرسه اش را و درس لرینی و کلاس هاش و درس هاش رو درس هم کلاس میده هم درس میده. اینجا میتونیم درس کنیم و درس هاش رو درس لر درس ها درس لری یعنی درس هایش میانجی ای به من یه را درس هایش را چوک سویور درس لرینی چوک سویور درس هایش را خیلی دوست داره چوک سویور اینجا هم فیلمون هست سویور سو مک dost داشتن bonfelsefe ezafe pasvande ior e شده dost vardır Betül Hanım odadan çıkıyor Salih çantasını açıyor kitap ve defter çıkarıyor ders çalışıyor masayı topluyor çantasını hazırlıyor Salih okulunu ve derslerini çok seviyor سالیح مطفا گیدیور میگه سالح به آشپزخونه میره مطفا یاد گرفتید به آشپزخونه گیدیور میرود او و آیلسی اکشام یه یورلار اون و خانوادش آیل خانواده دوباره پسفند سی او یعنی او آیلسی یعنی خانواده اش میگه او و خانوادهاش اکشام یمی اکشام یمی خودش یه ترکیب اسمیه یعنی شام بخوایم تک تک معنی کنیم آکشام یعنی شب یمک به اضافه ای شده من همین زیر می نویسم یمک به اضافه ای شده که یعنی این ترکیب اسمی نام یعنی یعنی غذای شب که میشه شام خود این شام کلمه شام میشه اکشم یمی. ای. من این باز میکنم که بدونید چطوری درست شده که کم چون بعدش حرف صدادار اومده تبدیل به یوموشاگه میشه اکشم یمی میی یورلر او و خانوادهش اکشم یمه ییورلار شام میخورند یورلر خب فعل ما اینجا فعل حال استمراریه اما یه فعل خیلی مهمه می نویسم مستر فعل چیه؟ یه مک هستش بون فعل یه هست میخوایم بهش پسوند حال استمراری اضافه کنیم اما این فل به حرف ا خط شده و حرف بعد باید خط بخوره میبینید وقتی حرف ای خط بخوره دیگه حرف زداداری باقی نمیمونه در فعل اما این یک استثناء هست یک قرارداد هست که میدونیم این فعل وقتی که بونه فعلش میخوایم ازش فعل حال استمراری درست کنیم و حرف ای هست میشه بهش پسبند یور رو باید اضافه کنیم که کلمه ما میشه ی یور و بعد پسبند لار هم این بالا بهش اضافه شد یور لار یعنی میخورند سالیح میگه جیم بابا ج یهmek و سالتا çok güzel الleriniz sağlık جیم یعنی مامان جونم این پسفند اضافه شده به انه دوباره میگه بابا ج به بابا اضافه شده حواتون باشه اینا هم بر اساس قانان هماننگ عروف صدادار به کلمه اضافه میشنن اما شکلشون به این شکل دیگه جیم یعنی مامان جونم، بابا ج یعنی بابا جنم یهmek و سالتا چوب گزل قضا و سالات خود سالات ها یعنی سالات حواستون باشه میگه قضا و سالات خیلی خوشمزه است اینجا گزل معنی خوشمزه میده ما قبلتر برای هوا یاد گرفتیم گفتیم وقتی برای هوا استفاده بشه تو صفحات قبلی گفتیم یعنی هوا خیلی خوبه برای قضا استفاده بشه معنی خوشمزه میده میگه قضا و سالات خیلی خوشمزه است الرینیزه سالک این یک استلاحه الرینیزه سالک یعنی دستتون درد نکنه الرینیزه سالک دستتون درد نکنه تحت اللپسی یعنی چی من تحت اللپسی بخوام معنی کنم ال ها. دست الر ها. دستها الرینیز دستهایتان الرینیز دستهایتان ام یعنی ب سالک هم یعنی سلامتی یعنی سلامتی به دست هایتان که راحت بگیم میگیم دستتون درد نکنین یک اصطلاحه بنویسید برداری کنید الرینیز سالک بیتول هانوم و محمد بی میگن آفیت اولسون اولم نوش جان پسرم آفیت اولسون هم این هم یک اصطلاحه آفیت اولسون یعنی نوش جان حواستون باشه آفیت اولسون یعنی نوش جان اولوم پسرم اگه یادتون باشه توی صفحات قبلی یه اصطلاح دیگر رو یاد گرفتیم من اینجا دوباره می نویسم براتون سیحاتلر اولسون گفتم این یک اصطلاحه اما برای حمام استفاده میشه یعنی عافیت باشه بعد از حمام استفاده میشه حواستون باشه نگید عافیت باشه تو فارسی عافیت اولسون هم تو ترکی استانبولی دوتا هم معنی میشن به خاطر همین توی این داستان خیلی هوشمندانه از این دو عبارت توی متن داستان استفاده کرد که بدونید بعد از حمام میگیم سیهاتلر اولسون گفتم بعد از حمام و برای اینکه بیان کنیم نوشه جان هم میگیم آفیت اولسون حواستون به اون عبارت ها باشه یه بار میخونم سالیح متفای گیدیور او و عیلسی اکشم یمی یورلر آنه جیم بابا جیم یمک و سالاتا چوک گزل اللرینیز سالک آفیت اولسون اولوم نوشه جان پسرم که به عنوان مثال میخوام این پسوند جیم رو بهتون بگم اگه مثلا بخوایم بگیم حالا من اسم خودم رو میگم شادی جونم شادی میشه شادی که نوشتم بعد از اون پسفند جیم بهش اضافه میشه یعنی کنار اسمتون میتونید این پسفند رو قرار بدید اما توی چهار شکل ظاهر میشه جم جیم جوم جیم که اینجا چون شادی ای هست جیم اضافه شده شادی جیم یعنی شادی جونم آن جیم یعنی مامان جونم بابا جم یعنی بابا جونم که به این شکل میتونیم بیان بکنیم اسم فرد رو با پسبند جونم و آخرین صفحه که بعدش میخوایم بریم تمریناتش رو انجام بدیم صالحین اویکوسو گلیور صالحین اویکوسو گلیور میگه ساله خوابش میاد اویکوسو گلیور صالحین اویکوسو گلیور صالحین پسفند مضافانه لحه اویکوسو پسفند مضافه یعنی خواب به ساله که راحت معنی کنیم میگیم خوابش میاد صالحین اویکوسو گلیور این عبارت رو بلد بشید اویکوم گلیور یعنی کافیه که این پسند ملکی رو تغییر بدید اگر برای خودتون میخواید بیان کنید صالحین اویکوسو گلیور یعنی صالح خوابش میاد صالح دیشلرینی دیشلر دندانها دیشلری پسوند ملکی نه میانجی ای بانه را سالح دیشلری لرینی دندون هاش رو فرچالیور مسواک میزنه فرچالامک یعنی مسواک زدن بونه فلمون فرچالا هست از فعل فرچالا ماک بونه فعل فرچالا هست به اضافه یه حالا که میخوایم پسفند حال استمراری بهش اضافه کنیم چون به حرف صدا داره آ خط شده خط میخوره و پسفند ایور کنارش قرار میگیره فیرچال ایور یعنی مسواک میزنه و پیجام سنی گیور و پیژاما سن پیجاما یعنی لباس خواب پیژاما یعنی لباس خوابش نه میانجی دوباره ای را پیجام سنی گیور لباس خوابش را میپوشد گیور هم یاد گرفتید بتول خانم اودایا گلیور بتول خانم اودایا به اتاق یه آ به اتاق گلیور میاید. اونا ماسال اوکویور برای اون داستان میخونه اونا ماسال اوکویور برای اون ماسال یعنی داستان میخاند. میخواند صالح مطلو اولیور صالح خوشحال میشه مطلو اولمک یعنی خوشحال شدن خوشبخت شدن کی اینجا وقتی میگیم صالح مطلو اولیور یعنی مصالح خوشحال میشه مطلو اولویور اولویور هم اولماک هست مسترش بونه فل اول به اضافه اویور يو شده فل حال استمراری را درست کرده انسینه ای گجلر دیور انسی نه به مامانش نه ام به معنی به به مامانش دیور میگوید میگوید ای این هم اصطلاح دیگه یعنی شب بخیر ای گجلر میگه میگه به مامانش میگه شب بخیر ای گجلر دیور خب دیور رو دارید میبینید من اینو میخوام براتون بنویسم مستر فل دمک هست بن فل د هست وقتی میخوایم به اضافه پسفند حال استمراری کنیم چون بن فل به حرف ا ختم شده خط میخوره و این بون فل هم مثل فل یمک توی حال استمراری به طور قراردادی دادی میدونیم که وقتی ا ختم میخوره پسفند ایور بهش اضافه میشه دی یور یعنی میگوید آنسی صالحی اپیور مامانش آنسی صالحی صالح را اپیور میبوسد اُپ‌یور بپ بوسیدن بن فعل هست به اضافه پسوند یور شده میبوسد صالح uyur ساله می خوابد او یو یور که این هم فلمون uyumak هست بونه فلمون اویو به اضافه پسوند یور فقط شده یو یور من اینو یه خط بکشم که Latinaşı. Uyuyor mi Salih'in uykusu geliyor. Salih dişlerini fırçalıyor ve pijamasını giyiyor. Betül Hanım odaya geliyor. Ona masal okuyor. Salih mutlu oluyor. Annesine iyi geceler diyor. Annesi Salih'i öpüyor. Salih uyuyor. خب به پایان داستان رسیدیم امیدوارم که محتوای این داستان هم دوست داشته باشید و امیدوارم نکات جدیدی رو یاد گرفته باشید و مرور کرده باشید لطفا ویدیو رو حتما لایک کنید نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید بریم قسمت بول اعلان پیدا کن تفریح کن سرگرم شو که میریم اینجا یه سری تمرین هست با توجه به متن داستان باید بهش پاسخ بدیم سرولار جواب لاین یعنی سوالات رو جواب بدید صالح نرده کاوالت یا پیور میگه صالح کجا صبحانه میخوره جواب داده صالح متفقت کاوالت یا پیور بعدی رو میخونم جواب میدیم صالح چی نرده سولویور میگه صالح گلها رو کجا آب میده مینویسم صالح چیچکلری بالکندا سولیور توی بالکن آب میده سوال بعدی سالی نرده تلویزیون ازلیور ساله؟ کجا تلویزیون میبینه؟ میخوام بگیم سالیه من تکرار میزنم سالون دا در سالون در حال تلویزیون ازلیور نقطه میبینید به جای نرده سالوندار نوشتم. بالا هم به جای نرده بالکندار رو نوشتم. سوال چهار. سالیه نرده اویون اوینیور؟ سالیه کجا بازی میکنه؟ باهچه ده. باهچه ده. باهچه ده اویون اوینیور. میبینید پسونده رو داریم استفاده میکنیم دیگه. در. 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 در حیات بازی میکنه بتول خانم نرد بولاشه کی میگه بطول خانم کجا ظرف میشوره بتول خانم موت فک تا بولاشک یکیور توی آشپزخونه ظرف میشوره موت تا سالی نرد یکنیور میگه ساله کجا خودشو میشوره میگیم سالی بانیودا بانیودا یعنی در حمام خودشو میشوره یکانما یعنی خود را شستن که میگیم ساله خودش رو توی حمام میشوره حواستون باشه فعلمون اینجا یکانماک هست یکانماک نیست خود یکانماک یعنی شستن یکانماک یعنی خود را شستن که این دوتا با هم فرق داره یکامک بالا استفاده کرد گفت یکیور فعل حال استمراری یکامک شد یکیور و فعل حال استمراری یکانمک شد یکانیور و صفحه بعدی تمام tamam لاین یعنی کامل کنید یکی یکی تصویر رو گذاشته اسمهاشون رو یاد گرفتید میخوایم جای خالی رو پر کنیم تصویر اول سالون داریم سالون رو میبینیم حال رو میبینیم تصویر دوم اتاق خواب میشه یا تاک اوداسی یعنی اتاق خواب تصویر سوم بان یو حمام تصویر بعدی آشپز آشپزخونه تصویر آخر بالکن 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 رو میبینیم قسمت بعدی اشلشترین یعنی به همدیگه جفت کنید خب یکی یکی میخواد بگه که اینها به هم مربوط هستن توالت یعنی توالت ال صابون یعنی صابون دست بعدی مطفک آشپزخونه بولاشیک ماکینسی یعنی ماشین ظرفشویی پس این دو هم به هم مربوط هستن ماشین ظرفشویی توی آشپزخونه است بعدی چوجوک اوداسی اتاق بچه توی اتاق بچه چی هست چالشما ماساسی هست یعنی میز کار هست میزی که حالا بشینه و درس بخونه و کار کنه روش چجوک اداسه پس چالش ماما سسه. توی حمام چیه بانیو بانیو شامپوان شامپو سالن توی سالن اون بالا نوشته بود دیگه تلویزیون تلویزیون توی سالونه توی حاله و آخری باغچه یعنی حیات یا باغچه که چیمن به معنی چمن هست هم چیم معنی چمن میده هم چیمن معنی چمن میده که اینها رو به هم دیگه جفت کردیم قسمت بعدی بولون پیدا کنید اشارت لین علامت بزنید خب یکی یکی تصاویر رو گذاشته کلمات رو پیدا کنیم داریم چی میبینیم کپو در ساندالیه صندلی ماسا میز کتابلیک جا کتابی ساندالیه تصویر بعدی پنجره پنجره کاپو در دووار دیوار یا یعنی بالش نه تصویر بعدی دولاب کمود کلتوک مبل ساعت ساعت تلویزیون تلویزیون ساعت رو دیدیم ساعت ساعت رو انتخاب میکنیم تصویر بعدی تلفن رو داریم میبینیم تلفن درسته بعدی ماسا میز پنجره پنجره, پنجره. لامبا لامپ چراغ تصویر بعدی پرده به معنی پرده درسته حالو قالی فرش ماسا میز لامبا چراغ لامپ. تصویر بعدی تلویزیون داریم میبینیم کتاب لک جا کتابی در تلویزیون درسته ساعت ساعت اون هم تمرینی برای لغاتتون لغات جدیدی که یاد گرفتید تصویر بعدی یدی فرک بولون میگه هفت فرقش رو پیدا کنید من این تصویر رو کوچیک میکنم و شما میتونید هفت فرقی که تو این دوتا تصویر وجود داره رو پیدا کنید بریم سراغ تمرین بعدی سالیح نرده نیا پیور میگه سالح کجاست داره چی کار میکنه سالیح بوز دلابندان پینیر آلیور میگه سالح از یخچال داره پنیر برمیداره بعدی چی میخوایم جواب این سوال رو بدین دیگه سالیح نرده نیا یعنی باید بگیم در کجا چی میکنه پس میگیم سالیح با چده یعنی در حیات اویون اوی نو یور تصویر بعدی سالی توی اتاق داره درس بخونه دیگه با توجه به متن داستان سالی او دادا. درس چالشیور تصویر بعدی سالی بالکندا، توی بالکون چیچکلری سولیار یعنی داره گلها رو آب میده و نسنلری بلون بایایون میگه اشیا رو پیدا کنید رنگ کنید که این اشیایی که سمت راست تصویر براتون اینجا کشیده رو میگه حالا توی تصویر پیدا کنید و رنگ کنید این قسمت هم با شما اگر دوست داشتید انجام بدید و بعدی هنگی ارندی نیز کدوم کلمات رو یاد گرفتید که کلماتی که یاد گرفتید رو توی این قسمت می نویسید و آخری سیزده ابینیزین رسمینی یا شما هم تصویر خونتون رو بکشید خب امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و یادتون نره که کانالمون رو به دوستانتون هم معرفی کنید کانال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید توی این ویدیو داستان دوم از ساله تموم شد توی ویدیوهای بعدی میریم سراغ سومین داستان مرسی که همراهمون بودید مثل همیشه ترکچه لکالون بیزیم لکالون حشکالون